قریش، سید عرب، و اصلا واژه سیادت برای به کار برده میشه برای هاشم. وقتی میگم اینا رابطه داشتن با غرب و روم به ویژه، حالا سوره روم هم که گفتم اینا بدونین، اصلا امیه بعدن که درگیر میشه با پسرمش و قدرت میگه از اینجا فرار میکنه میره شام، شام که زیر سلطه رسمی روم است، یعنی روم بی پناهندگی میده، پا میشه میره اونجا. برای همینه که ابو سفیان و معاویه و یزید اینا بعدن پایگاهش میشه شام، دمشق، اون موقع دست روم بود. خب اینا از اون موقع تشکیلاتن، یه حزبن، یه حزب سیاسی سادات، سادات یه حزب سیاسی مخفی هم هست، مخفی کار میکنه. هدف اصلیشون هم از همون که تو سوره روم میگه ایرانیا پیروز شدن بر روم، به زودی شکست میخورن، تازه شکست که میخوان نابودم میشن. این یه برنامه است که فکر نکن غیب گویی میکنه، یه برنامه است مثل که مثلا گفتن آقا به سید اولاد پیغمبر شما توهین نکن، اگه توهین کنی فرج میشی، تصادف بکنی. اینا یارو میومد مطلبی مقاله چیزی مینوشت، بعد یهو فردا بچه‌ش میزدن میکشتن، گفتن نگفتیم نکن. یا مثلا یه کسی اومده حتی توی پاکستان پیش اومده بارا، یارو میاد نقد میکنه اسلام رو فلان، نه یهو از قبل رادیو اکتیویتی که به رفسنجان دادن بیمیدن این داره پشت تریبون میفته میبینم گنا او چون به اسلام توهین کرد. اینا میاد تو نره، اینا همه ساختگیه، کشتن افراد اینا. برای همینی که تام یکی میاد انتقاد بکنه میکشنش، کوروش آریامنش میکشنش، فرود فولادون میکشنش، کسروی خودش سیده میاد از باند مافیا اومده بیرون داره مافیا رو میکشنش. این هم همشون دکونه، نه که حزب سیاسی هن و نه اینکه هم بنی صدر عضو حزب، هم دکتر یزدی، ابراهیم یزدی که مرد، هم خامنه‌ای، هم عبدالرضا رئیس رادیو تلویزیون، هم فریده خانم. فریده خانم رئیسه، بچه یک رئیسه، حالا شوهرش مرده آقای سهراب در جوانی، ایشون یه ببینید آقای اعلم نوشته چند تا سناتور و تیم سال دیگه به من گفتم اصلا موجود این کسی کتمان نمی کنه. فریده خانم وقتی که وارد دربار میشه که امپراتوری را میندازه، اصلا سیدا می اومدن به ایشون مراجعه میکردن، ایشون به هر سیدی که می اومده پست میداده، چون این پاریس هم میداد پست میداد زمان شاه به مردم و جلسه برای نمیذاشت، چون تشکیلات بود. هر کی رو که ساواک میگرفت این تشکیلات مخفی که بود با دولت هویدا همخوانی میکرد، اونو پست میداد. به یزدان سوگند همین سید علی خامنه ای از زندان که آمد بیرون بعد پست داشت، از دربار حقوق میگرفت، نه که دربار محمد رضا شاه و ساواک و فلان، همین باند سادات تازی و همشون و همشون. ولی اونایی که سید نبودن نیستن، خب ترتیبشون هم میدن. مثلا شما در نظر بگیرین الان اسماعیل خویی میاد توبه میکنه، میگه من اشتباه کردم روانش شد، ولی یزدی که نمیکنه که. دکتر عبدالکریم سروش چون سید نیست، عبدالکریم سروش سید نیست، میاد میگه که آقای قرآن چرت، ما حرف خود محمد او اینو اینو همه رو میگه، ولی یه سید نمیاد اینو بگه. خیلی کم پیش میاد، سیدا خیلی کم پیش میاد که کسروی بشن، دکتر کوروش آریامنش بشن، اونا خیلی کم میشن. این تشکیلات همشون با هم متحدن، درست مثل یک حزب، مثل یک سازمان امنیت سری. مگه من یه روز یه وکیلی داشتم، رفیقم بود و اینا، فرانسه هنوزم هست، دیدم یه جایی داره صحبت میکنه بحث میکنه اینا، بعد در رابطه با یک پرونده ای یه فرداش گفت که آقا مگه سازمان اطلاعات امنیتی اینجاشون می‌نویسن که باز گفت کارشون مخفیه، شخصیتشون مخفیه، همه چیزشون مخفیه، پنهانکاری از تقیه کاری مال کار سازمان امنیتیه. خب یک حزب هم اگه بخواد مترقی پیشرفت بکنه، 1500 سال سابقه در زمان هاشم که میگه اینا بنی هاشم هن. بعد جنگشون هم بوده و هست و الان ادامه میخواند، الان یمن ایران از یمن داره با عربستان سعودی میجنگه، این همون بنی هاشم هن. حالا حوثی اینا زیدی هن، علوی هن، همشون علوی هن. اوار بنی امیه هن، اینا میگن وهابی هن و فلان هن، اینا از اونجا با هم دارن میجنگن. ولی در اصل این میخوام بهتون بگم همون حرف سوره رومه که در اصل ایران ویچ باید نابود بشه، نابودی ایران خواسته این هاست، ایران به درک، ایران نابود بشه، فاطمه زهرا اسمش باشه،
اینه که تو مردم ایران، ملت ایران بایستی بفهمید که تا هنگامی که شما این حزب سادات تازی که 1500 ساله مخفی کاری میکنن و هر کس هم از درون خودشون از بیرون اومده افشا کرد، اینا رو زدن کشتن قاتل، بعدم بچه فروشی کردن تو افغانستان از بیچارگیه که این همه مال اینه دیگه، مال اسلام بنی هاشمه. تو که با تمدن 7000 ساله دینار نداشتی، سوگند میخوره در سوره روم بنی هاشم که ایران نابود میشه، شکست میخوره و او به اسم الله البته میگه، همین رو میگه الله، الله بوت بزرگ بنی هاشم، الله بوت بزرگ بنی هاشم در کعبه است، خدا نیست. خدا در زبان عرب میشه رب، رب العالمین میشه خدا، ولی الله اله یعنی بوت، بعد الف و لام گرفته شده الله، یعنی این بوت، یعنی بوت من، بوت ما، بوت حضرت محمد، بوت جدش قص ابن کلاب، بوت جدش عبد مناف، عبدالمطلب، بابا بزرگشون همه هاشم، الله بوت بزرگ قریشه. بخاطر همین تو قرآن و تو اسلام هر کار میکنه میگه الله، اللهو یزل من یشا و یهدی من یشا، یعنی خودش به خودشون، الله خدا نیست. خدا در زبان عرب رب العالمین، در زبان ایرانی اهورامزدا، در زبان خارجی ها انگلیسی ها گاد، فرانسوی ها میگن دیو، ایل 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 اسرائیل، میکائیل میخائیل، ایل به زبان ابریش، یعنی او اصلا اسم نداره اونجا. خب اینا رو مشخص شد، روشن شد ای زنم. بدونید تا موقعی که حزب سادات تازی، الان هم یادتون نره هر کی اومد فوش خوار مادر به جمهوری اسلامی داد، اگر نیامد سادات تازی رو، سادات تازی که از همون قبلش که اسلام هنوز شکل نگرفته، تا وقتی که اسلام توسط روم شکل میگیره برای نابودی ایران، برای همینه که میگن حضرت محمد وقتی رفت تو بصرا رئیس کلیسا آمد دید که آقا تو پیغمبری، تو پیغمبر، همونجور که ایرانی ها میرن به پیش مریم میگن بابا این بچه تو، شاهان مغان اینا ایرانی هن، شاهان ایران هن، میگن بابا این مریم این تو بچه تو رهبر نجات بخش یهوده، خب همین کار اونم میکنن. محمد تو بصرا، تو بخونی وقتی میره تو بصرا، رئیس، من رفتم شهر بصرا هم دیدم اینا، از شهر قدیمی رومه که اونجا ساخته شده، میگه که بچه کسی که اون درخت نشسته این پیغمبره. بعد خب کمک مالی میکنن آمریکا، عربستان، سعودی، رفت میکنن کسی رو بکنن، تمام گروه مروهایی که الان هستن که خواهید دید تا چه وقتی که ایران با عربستان صلح بکنه، همه گروه ها یه فتیلش خاموش میشه، همه این تلویزیون ها غیر از تلویزیون مستقل مثل پارس به مدیریت مهندس امیر شجره میمونه، بقیه همه میره میپره میره، چون وقتی که با عربستان صلح میکنه همه میره پای. حالا عزیزان من، از همون موقع با تشکیلات شما باید این ذهنیت داشته باشید، کتاب منو بخونید، مجموعه یک سری مقالات شما تعداد میده، سازمان جاسوسی الله، هر کشوری اگه مونده به وزارت اطلاعاتش مونده و مخفی کاریاش، هر حزب و تشکیلاتی هم میکنه مونده سرویس اطلاعاتیش باید قیه باشه،
مثل که الان جنگ هست تو اوکراین و روسیه، شما ببینید جنگ، شما یه دخول میاد از او حمایت میکنید، از او اصلش مال دلاره، مال پول میخوان بسازن. اصلش اینه که پول میسازن، این بقا این اصلای منجر منجر میخوان بریزن تو در بدون کنن، تبدیل به پولش کنن، براشون هم ملت ها غربی باشه، شرقی باشه، افغانی باشه، اوکراینی باشه، فرقی نمیکنه. ولی ملت ایران فرهیخته است و من 100% مطمئنم که آزادی ما در راه است و میرسد. نوروز رو گرامی بدارید و بزرگ بدارید. میبوسمتون، دستان گرم همه شما رو میفشارم. بهاران خجسته بود. نوروز در راه، چهارشنبه سوری آتش بازی کنید، بکنید. از برادر نازنینم مهندس امیر شجری، دبیرکل دانشکده خرد و روشنگری پارس سپاسگزاری میکنم. دستان گرم همه شما مهربانیاران رو هر کجا که هستید میفشارم. به نام شاهنشاه ایران، به تاریخ پر افتخار ایران و به ملت بزرگ و جاودانی ایران درود میفرستم. سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن، تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند. اما چرا تاریخ قارت و چپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. مژده به مهربان یاران گرامی، انجام آیین عروسی و خویشاوندی به سبک آریایی توسط استاد سیاوش اوستا با اسناد زیبا و پارسی ایران باستان در سراسر جهان از طریق اسکایپ به رایگان. دفترهای زیبا و نفیس پیوند خویشاوندی و عروسی به سبک آریایی به زبانهای پارسی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و تازی، از هر دین و مذهب و آیینی که هستید و در هر کجای جهان که هستید به سبک آریایی و با دفترچه ها و اسناد پرشکوه و تاریخی و توسط سیاوش اوستا عروسی کنید. خطبه عقل به زبان تازی، توهین به زن ایرانی. عقد آریایی که همان پیوند خویشاوندی به سبک آریایی، طی 30 سالی که از این ابتکار زیبا و تاریخی و پر افتخار می‌گذرد، صدها هزار ایرانی و غیر ایرانی از این شیفه سرافرازانه استفاده کرده و می‌کنند و شخص استاد سیاوش اوستا با سفر به هر گوشه جهان و با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای چون شهبانو فرح پهلوی، افتخار ایران آریایی، شاپور غلامرضا پهلوی و پرنسس منیژه و یا پادشاه موناکو پرنس آلبرت منیز، آقای روجر مور، هنرپیشه مشهور جهانی، صدها عقد آریایی انجام داده است و این شیوه توسط ده‌ها محضر در داخل میهن دنبال شده است. پیوند زناشویی به سبک آریایی، آستاشت زن و تاریخ و تمدن کهنسال ایران است.